بیشترین تعداد ثروتمند رو تو خاورمیانه تو ایران وجود داره. همزمان وقت ما این همه فقر و فلاکت داریم که افراد بچه فروشی میکنن، کلیه فروشی میکنن. گاهی اوقات جنجال راجع به وجود فساد در قوه قضاییه به جوری افراطی میشود که این جایز نیست. چرا خامنه ای تلاش دارد که بار فساد افسار گسیخته را پایین بیاورد؟ کلیه فروشی به این وسط، تن فروشی به این، در این ابعاد سقوط رفاه و کیفیت زندگی مردم در این ابعاد و اینا همش برای چاق کردن رباخورا و دلالا و مافیای واردات. شما به فساد کاری ندارید، میگی نگید فساد، نگید دزدی، نگید آقا شما فاسدید، اصلا فکرتون فاسده، ریشه فساد در کشور این فکر شما هست. روزنامه حکومتی جهان صنعت ضمن هشدار نسبت به خشم و عصیان تهی‌دستان و افشای نوکیسه‌های حکومتی نوشت بیشتر نوکیسه‌های ایرانی که در سال‌های پس از جنگ به ثروت‌های نجومی دست یافتند کسانی هستند که به شکلی با عناصر و نیروهای سیاسی و اقتصادی رفت و آمد دارند. تو مناطق جنوب شهر تهران افراد نشستن بچه می‌فروشه، کلیه میفروشه و تن فروشی و فساد به قدری اوریان هست که اصلا به هیچ وجه قابل پوشش نیست. آیا خامنه ای میتواند در برابر عصیان جوانان تهی‌دست نظامش را با آخوند قتل عام حفظ کند؟ هر روز فقر و فساد بیشتر میشه ولی کمتر نمیشه. ما 80 میلیونیم، یعنی با 80 میلیون جمعیت حریف این آخوندا نمیشیم. ما باید مثل کانونای شورشی باشیم، تو کوچه و خیابون هر روز عکسای این بی‌شرفا رو آتیش بزنیم، رو در و دیوار رو پر کنیم از شعارهای سرنگونی. من کانون شورشی مجاور از کرج هستم. برادر مسعود، من آماده‌ام برای سرنگونی نظام پلید آخوندی. برادر مسعود، اسم من رو هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. حاضر، حاضر، حاضر.